بله، بازم دوباره خوش آمدین به رادیو تلویزیون راه فردا و همچنان چنل یوتیوب راه فردا. و بازم ما از مکتب همای دانش، اساتید مکتب همای دانش رو با خود داریم و بحث روی موضوعی چه برنامه های به شاگردان و اطفالان نازنین داره و چه راهکارهایی دارد داریم. بله. خوش آمدین استاد. خیلی خوش آمدین. تشکر. جناب استاد شجاعی و استاد هاشمی، اول خو مردم افغانستان مدیون زحمات شماست که برای آینده سازان افغانستان، برای بچه هایشان اولادشان زحمت میکشین. شاید خیلی جا معاش امتیاز هم نباشه، ولی معلمین هم چون کار میکنن. میشه که از برنامه هایتون صحبت کنین که چی کارها میشه و چی معجزه ها شما کردین که بچه ها این گونه روش کردن؟ بله، استادام داشته باشیم. الهی زبان ها از تو گویا، الهی زبان ها از تو گویا، جهانت از فروغت پویا، کوه و جنگل و صحرا و دریا، توی پیدا تر از پیدا. خدایا با عرض سلام و ارادت، مهر و محبت، محضر ارزشمند بیننده های عزیز، مجریان موفق و توانمند برنامه زیبای صبح فردا، آقای ناظری و خانم عباسی عزیز، امیدوارم که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید. سلامت باشین و شما هم. اگر بشنیم مقدمه بحث را، بسم الله الرحمن الرحیم. در خدم نخست سلام و درود خدمت شما مجریان برنامه و همچنان سلام خدمت تمام بیننده هایی که از طریق برنامه صبح فردا بیننده هستند و همچنان یک سلام گرم خدمت والدین گرامی که امروز برنامه ما را تماشا می کنند تقدیم میکنم. امید که صبح زیبایی را آغاز کرده باشیم. تشکر. بسیار تشکر. از بچه ها چقدر راضی هستین از شاگرد ها، از بچه های افغانستان که شاگرد شما هستن؟ از بچه ها که در کل ما نظر به وضعیت فعلی که در جامعه زیادتری از شاگرد ها امید خود را از دست دادن و یک تعدادشان هم نشدن که در مکتب برون و برای آموزش بپیوندن، باز هم ما راضی هستیم. همچنان تشکر میکنیم از والدینشان که زحمت را تحمل میکنند و فرزندای نازشان را میفرستند به آموزش و همچنان از شاگردای خود زیاد راضی هستیم، زیاد زحمت میکشند و ما را امیدوار میسازند که تلاش کنیم همچنان به همکاریشان. بسیار عالی. خدا خیر بده به والدین. چه برنامه هایی دارین بر خاطر بهترین شیوه درسی فعلا در شرایط کنونی؟ برنامه های ما برنامه های مؤثر، مفید و کاربرد برای از این که جوان ها و نوجوان ها تشویق شوند داریم. در عرصه مکتب، زمانی که ما مکتب تازه افتتاح کردیم، متاسفانه امید نبود که ما امو انگیزه برای شروع کردن و ادامه دادن مکتب نبود، اما خوشبختانه به مرور زمان با کمک والدین ما توانستیم برنامه هایی را که خود ما تهیه کردیم، برنامه های مؤثر، مفید و کاربردی را برای تربیه مؤثر جوان ها و نوجوان های میهن، ما توانستیم برنامه های مفید خدمت تمام والدین، خدمت تمام مردم منطقه تقدیم کنیم. بسیار گپی خوب است. یه خوب بدون شک در افغانستان هر تحولی که پیش میان در شهر ما و هر گپی که پیش میشه ما مدیون استاد هستیم. یا اگر کدام خرابی هم میشه یک کس میبینه که ناباب بار آمده، حتما در مکتب هم به توجه های شده دقیقاً. ولی استادی که خوب کار کنن، مکتبی که خوب کار کنن، هر مکتبی که دروازش باز میشه یک دروازه، یک زندان در واقع بسته میشه. استاد چی برنامه ها دارین برای به رفتار خوب بچه ها، برای اینکه خوب تعلیم ببینند، درس یاد بگیرند، تشویقشان به درس ها در مکتب و برنامه شما چی هست؟ ما بر علاوه مضامین درسی که اینا در مکتب میخوانند و روزانه میایند، بر علاوه از اینا مجموعه ها برای اینا برنامه های انگیزشی برگزار میکنیم و همچنان صبحگاهی برای اینا برنامه های فرهنگی داریم که انشالله شما هم امروز بیننده نتیجه ایشان بودین. اینها زمانی که اینا را گفتیم که شما را میبریم به تلویزیون، اینا بدون از اینکه کدام ترسی داشته باشن وادار شدن آمدن اینجا و یعنی اعتماد به نفسی از اینا به اندازه رسیدن که اینا به هر جایی که
بخواین اینا میتونن که نظرات خود را برای این همان تاثیر و زحمات شما اساتید است. دقیقاً گرچن والدین هم نقش خود را داره در قسمت، اینا هم از طرف والدین تشویق میشدن و همچنان اساتیدی که در این راستا خدمت کردن واقعا تشکر میکنیم. این زحمت اینا را مدیون اساتید هستیم. بسیار خوب جناب استاد، شجاعی خانواده ها هم برنامه ما رو میبینن، امارت اسلامی هم میبینن، جهان هم میشنون. فشارهای اقتصادی که فعلا تحمل شده بر خانواده ها و گرانی و قیمتی ها چه تاثیر گذاشته روی کارهای تعلیمی و تربیتی؟ متاسفانه اوضاع جاری که فعلا تحولات جدید که در کشور حاکم شد، مخصوصا مردم غریب از نگاه اقتصاد بسیار صدمه دیدن. برای پروسه آموزش چی بخواهیم نخواهیم صدمات را وارد کرد، تغییرات را وارد کرد. ما برنامه های را قبلا داشتیم که فیس ما حدود 500 افغانی در برنامه های زمستانی ما داشتیم، اما فعلا تحولاتی که در کشور حاکم شد، بررسی که ما از منطقه و ساحه داشتیم، اوضاع اقتصادی مردم به خیلی ها خراب شده، توان پرداخت 500 افغانی را هم نداشت، توان پرداخت 500 افغانی را هم نداره. منطقه خیرآباد است، منطقه خیرآباد، منطقه ای که محروم است، منطقه ای که هیچ یک از مکاتب در اونجا دولت هم توجه خاصی خود نداره. پرسنل مکتب خصوصی همای دانش همیشه کوشش و تلاش نموده و کوشش و تلاش را هم داره که بهترین کیفیت با نازلترین قیمت برای مردم ساحه ارائه کند. شاید خیلی وقت ماش هم در شما نرسند. دقیقاً یک فداکاری میکنیم برای افغانستان. دقیقاً دقیقاً. بسیار خوب. یعنی استاد بودن و خیلی حوصله کار دارن. بله فداکاری میخوان. دقیقاً. خصوصا نمی اشتکاری که درس میدی کودکستان و سن فعال اینا دیگه در کل حوصله کار دارن. یک زمانی ما هم درس میدادم میفهمم که چی گپ است. و چی پیشنهاد دارن برای بهبودی وضعیت که ما همین دستاوردهایی که در طول 20 سال در بخش تعلیم و تربیت داشتیم و این همه بچه‌ها شما تعلیم دیدین که امروز ما همه دیدیم، برای حفظ از این، برای تخریب از چیکار باید شود جناب استاد هاشمی؟ گرچن ما در سال 1397 که مکتب همای دانش را تأسیس کردیم، ما از تمام والدین تقاضا کردیم که خودشان بیان سهم بگیرن، خودشان بیان مکتب از خودشان هستند، همکار باشند با اساتید و همچنان فیسی که ما در زمستان در نظر گرفتیم اینا بر اساس جلسه ای که با والدین گرفته بودیم خودشان تعیین کردن و برنامه های دیگری که در قسمت زبان انگلیسی و زبان پشتو داریم واقعا دستاوردهای دیگر قسمت ها داشتیم تا هنوز. بله. صدها نفر از قسمت برنامه انگلیسی زبان انگلیسی فارغ شدن که فعلا هم مصروف تدریس هستن، مصروف خدمت هستن. اینا دیگه در همچنان در زبان پشتو ما دستاوردهایی داشتیم. دیگه در حرفه خیاطی که دهاتن از خانم هایی که کار نداشتن اینا حداقل فعلا قادر از این هستن که مشکلات خودشان را حداقل حل کنن. بسیار. دیگه از خواست ما از مردم ما ایست که در مقابل مشکلاتی که فعلا یک بحران اقتصادی در کشور به وجود آمده است استادگی کند، امید خود را از دست ندهد، حداقل تشویق کند برای اولادای خود که بیان آموزش خود را ادامه بدهند. اگر ما پروسه آموزش را متوقف بسازیم این ضرری بسیار بزرگی را در آینده فرزندای خود به وجود آوردیم. امارت اسلامی چی کار کنه؟ دولت به عنوان دولت افغانستان و مسئولین امارت اسلامی، خواست ما از امارت اسلامی است که یک آرامی را در کشور به وجود بیاره. زمانی که امارت اسلامی آمدن مردم یک خوشبین شدند تا که از لحاظ امنیت اینا در مسئول هستند، ولی از اینا خواست مایی است که دیگر اجازه ندهن که مادران نگرانی از دست دادن فرزندانشان باشن، پدران از دست نگرانی از دست دادن فرزندانشان از لحاظ اقتصادی باشند و همچنان اساتید که شاگردان خود را تربیه میکنند اینا را از دست بدهند. این یک امیدی برای مردم افغانستان باید اینا باشند. بسیار عالی. پیشنهادهای شما چی است جناب استاد شجاعی؟ پیشنهادهای ما اول برای فامیلایی است که بیاییم همه ما با مشکلات دست پنجه نرم کنیم.
هیچ وقت ناامید نشیم. همون قسمی که امام علی علیه السلام میگه که ناامیدی بزرگترین بلا در زندگی انسان ها میباشد. پس بیاییم همه ما و شما دست به دست همدیگر بدیم، با چالش ها و مشکلات و معضلات اجتماعی، معضلات اقتصادی دست پنجه نرم کنیم. تجربه نشان داده هر قدر که انسان مشکلات ببینه، هر قدر که انسان با چالش ها و معضلات رو برش شوه، همون قدر قدرتمند مستحکم آب دیده میشه به اصطلاح، قدرتمند مستحکم در جامعه وارد میشه. و خاص ما از گروه تحریک طالبان ایسته که بیای پروسه تعلیم را توقف ندهه و پروسه تعلیم را حمایت کنه. چرا؟ به خاطر از این که معارف نبض تپنده یک جهان، یک کشور است. اگر خدای نخواسته معارف از بین برود، یعنی نبض یک کشور ایستاده شده است، یعنی این کشور دیگه مرده متحرک است، هیچ زنده نیست و تمام پیشرفت‌ها متوقف میشن. بله و دقیقاً برنامه ها که مختل نشده ادامه داره جناب استاد هاشمی؟ نه، برنامه های ما دقیقاً زمانی که نظام جمهوری از بین رفتن و امارت اسلامی آمدن، ما دوباره جلسه‌ای که بین اساتید گرفتیم، واقعاً اون زمان ناامید شده بودیم، چون یک تعداد شاگردا هم انگیزشون را از دست داده بودن، یک تعداد دیگر از کشور خارج رفتند. اینا دوباره ما مردم را تشویق کردیم، آمدند در پروسه آموزش و الحمدلله فعلا هم تعداد زیادی از اونا آمدند و در پروسه آموزش اشتراک کردند. درست. بسیار خوب. در اخیر استاد کدام پیامی داشته باشین بازم؟ در اخیر پیام ما برای والدین، کسایی که صدای ما از طریق درشه تلویزیون راه فردا میشنوه، ایسته که بیاییم همه ما دست به دست همدیگر بدیم، با مشکلات، با معضلات اقتصادی دست پنجه نرم کنیم. خوشبختانه مکتب خصوصی همای دانش همیشه حامی و پشتیبان مردم بوده، همیشه حامی و پشتیبان و اطفال نازنین افغانستان بوده. ما جلسه که قبلا داشتیم، پکیج و برنامه هایی را که در بخش اساسات اصول صنفی داشتیم، بورسیه های 100% برای خانواده های نیازمند مستحقین داشتیم. به عصر زمان و به این شرایط دیگه از این بیشتر خدمت کردن نمیشنی؟ دقیقا. دیگه پیام ما بر اونایی است که بیاییم دست به دست همدیگر بدهیم، با معضلات اجتماعی کنار بیاییم، با معضلات اقتصادی. و پیام دیگه ای که برای گروه تحریک طالبان دارم است که بیایید صلح سرتاسری، امنیت و رفاه اجتماعی را برای هموطنان عزیز مهیا کنید، تا اینا که فرصت شغلی را برای اینا ایجاد کنه و پروسه تعلیم مورد حمایت قرار دهد. تشکر، سپاسگزار از استاد هاشمی و استاد شجاعی که امروز آمدین در مورد پروسه های تعلیم تربیت در افغانستان، مشکلات و امیدواری ها صحبت کردین و مخصوصا از شاگردای موفق شما که اینجا صحبت کردن و همچنان منتظرن بخیر صبحانه نوشان کنن، چون عوام سرد است دیگه. با همه خانواده هایی که چنین بچهای با استعداد دارن که ما قبل از حضور دو استاد داشتیم در برنامه، یا اساتیدی که میخواین صحبت بکنن، سه شنبه ها تلویزیون رای فردا و برنامه صبح فردا در خدمت شما هست و ما واسطه شویم بین خاص مردم و واقعیت های جامعه و همچنان تصمیم گیری هایی که در سطح کلان میشه. پول های ارتباطی رو ما همیشه بیان کردیم بر شما، نگه فرصت باقی نمانده که باز هم بیشتر از خدمت شما باشیم. همه شما را به لای بزرگ میسپاریم.